یوسف ولی مصر و فارا مویلم بر در مصر وفا ساعت چون زلیخا منتظرم عشق بازم لیک از عشقم مقام دیگر است همچون مجنون نیستم در راه لیلا منتظر تا به کی سر بسته گویم انتظارم بهر کیست فاش گویم هستم من در راه مولا منتظر کیست مولا صاحب الامر آن که از حکم الا در حجاب نور حق باشد هویدا منتظر مولای من مهدی هادی امام عصر سلطان زمان آن که بر نور ظهورش جمله اشیاء منتظر وارث علم جمیع کندر زهورا انبیاء و اولیاء و از شیخ و برنا منتظر حجت حق شای مطلق پشت ملت بستین آن که حق اندر راهش از پیر و برنا منتظر جن و انس و وحش و طیر و مرغ و ماهی مور و معارا جملگی در راه او هستن چون ما منتظر مولا جان تا بگیریم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول الله السلام علیکم یا اهل بیت نبوت خانم نرگس کاظمی هستم عضو منتظرم سید مجتبی هاشمی هستم یکی از کارکنان مجموعه علمی منتظران به نام خدا علیرضا حیدری هستم باشنده کابل یک تن از اشتراک کنندگان در این دوره مسابقات کتابخوانی من مریم یوسفی هستم خواستیم در این ایام نیمه شعبان که ولادت با سعادت آقا و سرور عزیز ما امام زمان علیه السلام است انجمن علمی منتظران یک گام برداره در جهت یاری حضرت که بدون شک مقام یاری حضرت مقام نصرت اهل بیت بالاتر از محبت داشتن به ایشان علیهم السلام هستند لذا یکی از این نمونه ها همی راه اندازی مسابقه کتابخانی بود که یک کتاب زیبای تحت عنوان بیایید او را یاری کنیم در این مسابقه در این کتاب راه های نصرت آقا امام زمان شناخت شونات آقا بیان شده بود که عزیزان که حاضر هستند خواندن و امروز هم آمدن به این مسابقه انشالله که خود حضرت بر همه توفیق بده و ای عزیزان تانسته باشن استفاده هایی کرده باشن خیلی ما در مساجد داریم که مولای امامان میگن عزیزان در مدارس میگن ولی زمانی که ما خود ما یک مطلب مطالعه میکنیم خیلی راحت تر در ذهن ما میشینه هدف ما این بود و انگیزه هم که داشتیم طبیعتاً ما وقتی که میبینیم یک انسان یک چیز را مطالعه میکنه یک موضوع یک بار اگر در یک جای مطالعه کنه برای همیشه در ذهنش میمونه باز مثلا اگر دوباره بنویسه طبیعتاً و فرموده حضرت علی علیه السلام اگر چیزی رو نوشتی همیشه در ذهنت داشتی پس اینها هم وقتی که او را خواندن در ذهنشان جا گرفت و وقتی که دوباره امتحان دادن طبیعتاً با اون نوشتایی که در او سر خوردن و دوباره تشریحات که دادن هیچ وقت از ذهنشان نمیره یک سوال دمی ورق بود که چگونه میتونین امر اهل بیت زنده نگاه کنیم خب ما چگونه میتونیم امر مکتب اهل بیت زنده نگاه کنیم با مطالعه با کمک کردن با حساب یاد دادن و دیگرها هر کدام از اینها میتونه و این هم خودش یک نوع زنده نگه داشتن مکتب اهل بیت مردم باید بدانن که فقط با یاری و نصرت رساندن بر امام زمان که نمونیش همی خواندن کتاب اضافه شدن معرفت نسبت به ایشان اینا زیاد بشه گامهای وردارن و در حقیقت خود آماده بسازن به خاطر آمدن آقا و ارباب به خاطر یک حکومت الهی به خاطر برقراری عدل الهی این مهمترین پیام است که از این کتاب ما میتونیم به مردم بدیم فقط در این مرکز بالای 100 تا اشتراک کننده از بخش بانوان داشتیم و یکی در مراکز مختلف مثل دی سبز
خیرخانه خوجا بغرا و همچنین قلعه فتوح، هر کدام از اینها ما ماشاءالله بیشتر از 50 تا خانم داشتیم که لیستشان داشتیم ثبت نام کردن. حالا خودتان تصور کنید ما اگر 50 نفر با 100 نفر اینجا، حدود 250 خانم امروز در این برنامه همزمان اشتراک کردن. آیا این به حساب ما را از مشکلات روزمره دور کرد یا نه؟ خب خودش میتونه بر ما موفقیت باشه. الحمدلله با توجه به شرایط نابسامانی که به سر میبریم، ولی خیلی عالی بود، استقبال خوب بود. الحمدلله حدوداً 200 نفر از برادران شرکت کردند، حدود بیش از 150 نفر از خواهران عزیز ما شرکت کردند. بازم ما راضی هستیم، لطف خدا حضرت بود و الحمدلله خیلی خوب بود استقبال از این برنامه. مسابقه خیلی خوب بود، عالی بود، سوالات هم خوب بود، ساده بود. این قسم مسابقه ها بسیار در زندگی همه شیعیان مؤثر است و همه ما را کمک میکنه که از کدام راه ها میتونیم امام زمان خود را یاری کنیم. هدف ما به خاطر بالا بردن سطح آگاهی خودمون بود که آمدیم اشتراک کردیم و کلن هدف از این مسابقات، برگزاری از این مسابقات، هدف شمی است که سطح آگاهی مردم را بالا بره. مهمترین دستاورد ما امی بود که فهمیدم که از کدام راه امام زمان خود یاری کنم. تمام راهش یاد گرفتیم. مهمترین پیامش ای بود که چگونه منتظر باشیم، چگونه امام زمان یاری کنیم و چگونه کار کنیم در عرصه امام زمانی شدن و چگونه باید ما زمینه رو مهیا کنیم، یا مثلا چگونه بتانیم که خود نزدیک کنیم به یاران امام زمان. ما در زمان غیبت امام زمان علیه السلام وظایف ما امی است که باید از کارهای بد بپرهیزیم، به کارهای نیک روی بیاریم و شیعیانش یاری کنیم، چون وقتی که ما شیعیان یاری میکنیم در اصل خود امام زمان خود یاری میکنیم. منتظر واقعی کسی است که طبق گفته های ائمه معصومین همون چیز عمل کنن و منتظر باشن که امام زمان علیه السلام فرج کنه و یاری برسن.